بله بینندگان عزیز، خانم سجادیان رو روی خط دارم، همونطور که تصویر از چون تصویر رو که رو شروع کردم با تصویر از شاه فقید ایران و دوست داشتم که در همین مورد با خانم سجادیان این گفتگو رو آغاز کنم، چرا که خانم سجادیان برای بینندگان عزیز به اطلاعاتون برسونم که ایشون سالیان سال هستش که در همچین روزی بر مزار شاه فقید میرن و همیشه حضور داشتن. با درود و تشکر از شما خانم سجادیان. با درود به شما خانم طلبان عزیز و درود به بینندگان شما. همونطور که فرمودین من سالیان ساله که میرم اونجا، البته هر کسی عقیده داره، ولی من میرم اونجا که خاکش رو سرمه چشم بکنم و هرچی که دارم من و من نوعی، هرچی که داریم مسلم بدونی که از شاه فقیده. اگر اینجا میتونم حرف بزنم، اگر میتونم زندگی کنم، اگر میتونم گریم از آب بکشم بیرون، از اونه. پس برای یه سپاس خیلی کوچک من میتونم فقط هر ساله برم اونجا و زیارت کنم و ازشون تشکر کنم حضوری اونجا. بله خانم سجادیان، همونطور گفتم که سالیان ساله که شما در بر مزار شاه فقید میرید و خب تجربیاتی داشتید و با هم که گفتگو میکردیم امسال مقداری متفاوت بود، درسته؟ دقیقا همینطوره. اولا امسال اونقدر هر سال همینطوره، ولی امسال به قدری مرتب و منظم بود و از همه جای دنیا که هر ساله میان، ولی امسال خیلی بیشتر بود. مثل که البته به نظر من مردم تازه بیشتر دارن، هر سال که میگذره بیشتر متوجه میشن که چی داشتن و چی رو از دست دادن و الان چی دارن. خانم سجادیان یواش یواش خانم سجادیان، ما داریم عکس ها رو مرور با هم میکنیم و گفته های شما. من الان عکسی رو دارم که شهبانو فرح پهلوی هستند و همراه با همسر آقای سادات و یک آدم روحانی هم در این سمته. اگر توضیح در این مورد داریم ممنون میشم که برامو بدین. حتما عزیزم، امسال برخلاف سالهای گذشته که فرق میکنه دولت قاهره، میتونم بگم که حدود 80 از معلماشو یا کارمنداشو هرچی حتما نمیدونم فرستادن در مسجد و بسیار بسیار اینا خوشحال بودن که اجازه داشتن بیان در مراسم شرکت کنم و اونطوری که خودشون داشتن میگفتن با اولیاء صحبت میکردن صحبتشون میبود که ما از نزدیک شاه فقید رو میشناسیم، دیدیم و میدونیم چجور آدمی بوده، بسیار محترم، چجوری شده که اینجوری پیش اومده ما خودمونم نمیدونیم، ولی به هر حال خوشحال هستیم ما از طرف دولت مصر اومدیم، خوشحال هستیم که اینجا شما علازت اینجا تشریف دارن و ما مراسم شما اینجا برقرار میکنین، انجام میدیم، حتی اقل اینی که ما میتونیم بیاییم اینجا و اپریشیت کنیم از کاری که اون برای ما انجام داده. بله امسان تفاوتش این بود که اونا اومده بودن و این همه تشکر میکردن که مراسم به این زیبایی اینجا انجام میشو خبر ندارن. گفتم چرا خبر دارن؟ همه خبر دارن، منطقه شما الان از نزدیک دارین میبینین که چه خبره. تفاوتش بیشتر این بود عزیزم. بله و خانم سجادیان سوال دیگه من از شما اینه که چه احساسی دارید وقتی که بر مزار شاه فقید میرید؟ والا هرچی بگم کم گفتم. من سالیان، من در عرض سال عزیزم میشمارم روزم، ماهام رو میشمارم، حتی روزه رو میشمارم که کی میتونم موقعش بشه، کی میتونم برم اونجا و ادای احترام بکنم و شاید کسی باور نکنه ولی من اهمیت نمیدم، این باور خود منه. من اونجا میشینم بردادر یک ساله رو باش میکنم که چی شده، مملکت چی شده، کی چی کار کرده، شاید بازم هیچ که باور نکنه، اون سمحه به من الهام میشه که چی کار باید بکنم. آروم میشم خانم پهلوان وقتی از اونجا میام، یه مقداری
چجوری بگم تمام ریلکس مقوله نمیدونم چجوری بگم که میگم آدم احساس میرم اونجا احساس میکنم با کسی دارم اونجا حرف میزنم که حلاف کنم مثل یه دیوار آهنی پشت من و امثال من به خصوص خانومای ایرانی زنای ایرانی که اینقدر بالوپر بهشون داده احساس میکنم یه کسی پشت من حلاف که هنوز وایساده و به این امید من اصلا زنده هستم. بله خانم سجادیان یک لحظه توی اگه ایمیل من بری عکس ها هست، اگه اون عکس ها رو که میخواین دوست داشتم عکس های دیگر رو، یک مشکل فنی به وجود اومده که عکس های دیگر رو میخواستیم مرور کنیم با هم. امسال خانم سجادیان پیامی که شهبانو فرح پهلوی دادند خیلی پیام تکان دهنده ای بود و من البته این پیام رو در برنامه خودم خوندم و شما اونجا حضور داشتین وقتی که پیام رو میخوندن، درسته؟ صد درصد و همه اصلا همه ناراحت بودم که واقعا حقش نبود خانم پهلوان، حقش نبود که این همه هنوز که هنوزه میشونم بعد میگن ولی حقش نیست یه خورده بشینم از سازندگی هاش صحبت کنم. بله. من فکر میکنم این چشتار داشته باشه. بله. بشینم یه خورده کلاشون رو بگرن قاضی کنن که اون کی بوده چی کار برای مملکت کرده. بله. بله. الان در تصویری که داریم میبینیم اول دو تصویری که میگم اشکال فنی به وجود اومده ولی در صورت یک خانم جوانی که همراه فکر کنم با پدرشون هستن که در اروپا هستن و همراه با عده دیگری که در تصویر هستن و در مورد این عکس هم اگه یک توضیح بدین که به چه صورت بود وقتی که بله با خانم پهلوان از خدمتون این دختر جوان یه برادری هم داره جوانتر از خودش اینا در سعود معروف هم از کم که این بچه های به نام سلی و سبای اطخم هستن اینا معروف هم اینا دلی جهومی اینا به دنیا نیبنده بودن اصلا زمان علی حضرت ولی اینقدر رفتن خودشون رفتن تحقیق کردن کتاب ها برداشتن خوندن تو آنلاین ها رفتن به همه چیز داره بردن خودشون متوجه شدن که چی داشتن که از پدرشون میپرسن که ما چی داشتیم چرا الان اینجا هستیم و تمام بچه های اروپا این دوتا خواهر برادر رو میشناسن که اینا تمام مدت وقتی را میرن با علامت و با نمیدونم علامت آثار به زمان پهلویه حتی لباس پوشیدنشون جای رفتنشون نمیدونه هم کردنشون که چیزی هم میکنن با خودشون من به این بچه های جوان واقعا احترام میدارم که خودشون رفتن تحقیق کردن ببینن چیه اون چی بود اینا چی هن اونا چی میگفتن اینا چی میگن به این نتیجه رسیدن عزیز من. بله در صورت بسیار خسته نباشید، میدونم که هر سال این کوله بار رو به دوش میگیرید و به اون ور دنیا میرید و ازشون یه قولی گرفتم که سال دیگه برام به خودشون ببرن چون که من تنهایی نمیتونم بیام. در صورت امیدوارم که این آرزوی بنده بله آرزوی من اینه که بر مزار شاه فقیه بله جانم آیا ما میکنم خانو طلبان سال دیگه شمارم با خودم ببرم یعنی هر ایرانی به نظر من برای یک بارم شده بری اونجا رو ببینه بری اونجا زیارت کنه خجالت نتوشن اونایی که اشتباه کردن الان خجالت نتوشن که چرا اشتباه کردن الان میخواید بری برن همه جا دنیا میرن مسافرت میکنن اونجا هم جز مسافر اونجا واجبتر هستن باید برن اونجا ببینن چه خبره البته هر حال من قول بازم میرم مرسی البته به امانت در اونجا هستن اگه اشتباه نکنم میگم شاه فقید به امانت اونجا هستن درسته؟ صد به امانت اونجا هستن و خواهر نخواه بدونیم که ما به هر وضعی که شده اینا ما امانتی منو میداریم ایران این مال اونجاست این اصلا به قول امریکایی ها این ویران تو ایران باید اون باید البته امانتی رو میبریم خانم پهلوان به زودی ایشالله بله به زودی ایشالله در صد با از سپاس با سپاس از شما خانم سجادیان عزیز که دوست داشتم این تجربتون رو با مردم عزیزم با عکسایی که
دیدن عزیزان. البته میگم چند تا عکس اشکال پیدا کرد، متاسفانه همه عکس رو نتونستم نشون بدم، ولی خانم سجادیان رو بر مزار شاه فقید دیدید عکسش رو، همینطور شعبان و فرح بعلوی و همراه با همسر آقای سادات عزیز، که واقعا ما باید یادمون نره که بله ایشون خانم سجادیان هستن، که حتی رفتن بر مزار انور و سادات، در اینجا عکس شما رو میبینیم خانم سجادیان، و واقعا باید فراموش نکنیم که کسی که در روزهای آخر در کنار شاه فقید بود انور و سادات بود، و امروز هم میبینیم که در کنار شعبان و فرح بعلوی هم همسر ایشون حضور دارد. خانم پهلوان، هر سال خانم انور سادات واقعا با محبت و هرچی بیشتر میدونه ما ایرانی ها چقدر دوستش داریم. وقتی این سال صحبت میکردم شما میدونید که چقدر در ایرانی ها عزیزین، که همه رو میدونم، منم دوستشون دارم. هر سال پسرشون، نوهشون، این سال نوه پسری و دختریشون هم اومده بودن. نمیدونم شما تو عکس دارین یا نه، به هر حال هر سال برنامه ایشونه. واقعا دوستی رو به حد اعلی رسوندن خانم پهلوان. بله، با درود به همسر ایشون و نوه ایشون که فراموش نکردن و بر مزار شاه فقید بودن، و خسته نباشید به شما، خسته نباشید به شما و یارانتون، و آرزوی موفقیت و اینکه به زودی انشالله که امانتی خودمون رو به ایران ببریم. حتما باشه، سپاس از شما خانم پهلوان. خانم سجادیان، بر اون دو نفری که اون گوشه هستن من دارم عکسشون میدم، البته ایشون که در کنار شعبان و فرح هستن، خانم سادات هستن، دو جوانی که اون گوشه هستن نوه های انور و سادات هستن، نوه های خانم سادات، آقای انور سادات. بله بله، در صورت بسیار عکس قشنگ و جالبی، مرسی از شما که اینها رو در اختیار من گذاشتید که نشون بدم. با درود و تشکر از شما و سرود ایران رو قربونتون برم. تشکر از شما خانم، خواهش میکنم. با تصویری از شاه فقید و سرود ایران برنامه خودمون رو ادامه خواهیم داد. موسیقی